سلام و شبتان بخیر. با برنامه پس از خبر خوش آمدید. پس از چاشته امروز انفجاری در دهمزنگ کابل در میان تظاهر کنندگان رخ داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید که در این انفجار 80 نفر کشته شدند و 231 نفر دیگر زخم برداشتند. همچنان رئیس جمهور غنی در نشستی که دقایق پیش داشتند اشاره کردند و این رویداد تقبیح کردند و در کنار از او فردا روز ماتم ملی خطاب کردند. بیشتر بحث میکنیم در مورد تظاهرات امروز و در مورد اینکه این انفجار چگونه در این تظاهرات رخ داد و کشته و زخمی هایی که از این تظاهرات بر جا گذاشت. مهمان من برای بحث بیشتر در برنامه پس از خبر امشب آقای عبدالمعین معین، نویسنده و پژوهشگر هستند. آقای معین، خیلی خوش آمدین و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بیشتر در مورد تظاهرات امروز صحبت میکنیم و اینکه این یک تظاهرات مسالمت آمیز بود و چرا باید چنین انفجار در بین مردم که صدای عدالت خواهی را بلند میکنن باید اتفاق بیفته. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و تسلیت دارم بر بازماندگان شهدای امشب و دعا میفرستم به روح شهدایی که در حادثه امروز جانهایشان از دست دادن و همچنین شفای عاجل میخوام برای زخمیان. واقعا جای تأثیر است صحبت کردن در مورد این که خب چرا به وقوع پیوست این حادثه و چرایی این حادثه. واقعا دیگر مجالی برای هیچ کس نگذاشته، همه متأثریم و واقعا یک غم ملی هست که همه باید به پای آن بسوزیم. اما خب نمی شود که از نقد هایی که همواره وارد هست بر برنامه های حکومت و بر روند جنبش های مدنی و اجتماعی و همچنان هر لحظه استفاده کردن از چنین فرصت هایی و هر لحظه در کمین نشستن دشمن هم مزید بر علت چیز دیگری است. ابتدا ببینید، نفس عدالت خواهی چیز خوبی است. یعنی شما خصوصا در کشورهایی که معتقد به دموکراسی هستند و عدالت خواهی و آزادی بیان یک حق انسانی است و یک حرکت انسانی است، در افغانستان در هر گوشه ای که بی عدالتی باشد و هر کسی که به خاطر این بی عدالتی از گوشه دیگر بخواهد صدایی را بلند کند مقدس است. عدالت خواهی تنها برای یک قوم نیست، عدالت خواهی تنها برای یک مذهب و یک طیف نیست، یک جغرافیا نیست. بله، در زمانی که در مورد تظاهرات امروز صحبت میکنیم و در زمان عدالت خواهی شماری از افراد صحبت میکنیم، بحثی است که از قبل تعیین شده بود، در مورد این تظاهرات صحبت شده بود و تامین امنیت بر دوش نیروهای امنیتی افغانستان بود. چرا فکر میکنین که آیا بنابر چه دلایلی باید نتونن که امنیت این تظاهرات را بر عهده بگیرن و نگذارن که چنین اتفاقی در بین مردم عام رخ بده، کسانی که رفته بودن تا صداشون را بلند بکنن؟ من فکر نمی کنم که حکومت تدابیر لازم را برای تامین امنیت نداشته. حتما داشته. در جنبش های قبل از این هم، از جنبش تبسم تا جنبش قبلی روشنایی، شما دیدین که هیچ حادثه و اتفاقی نیفتاد و بالاخره مصالحه آمیز تمام شد. اما پیش بینی نمی کردیم که چون این اتفاقی بیفته، چون در قبل نیفتاده بود. اما بالاخره حکومت باید این قضیه رو پیگیری کنه، حکومت باید ریشیابی کنه که چرا چون این اتفاقی افتاد. و یک بحثی هم هست که خب زمانی که جنبش شکل گرفت و بالاخره موضوع عدالت خواهی و بحث روشنایی و بحث پروژه توتا بود و بالاخره به اینجا انجامید، روشنایی به عبارتی به تاریکی نشان داد که مخالف روشنایی است و همواره تاریکی نقطه مقابل روشنایی است. اما فریاد عدالت خواهی که خاموش نخواهد شد، فریاد عدالت خواهی هست، اما نقد هایی هم وارد است. شما ببینید زمانی که جنبش شک گرفت، خب یک تعداد از رهبرانی که در حکومت های قبلی افغانستان بودند، خب دقیقاً از رهبران جنبش بودند، کسانی بودند که انگیزه خلق کردند، کسانی بودند که به عبارتی موج عدالت خواهی را در بین مردم گسترش دادن و پرداختن به مسائل خاص. اما بعدها دیدین که در جریان تظاهرات اول جریان جنبش دیدیم که این رهبران کلاسیک و رهبران سنتی دیگه حضور ندارن و حتی در بحث دوم تظاهرات هم همچنین بود. در همین تظاهراتی که امروز بود، یک تعدادی که بسیار آتش عدالت خواهی داشتن دیدیم که حضور ندارن یا خیلی کمرنگ هستن. و به عبارتی وقتی که از نزدیک شما این تظاهرات رو مشاهده میکردین، بیشتر جوانان بین 17 تا 35 بودن
و خیلی کمتر از چهره های مسنتر و خیلی کمتر از اون رهبرانی که دقیقا مدافعان این روند بودن حضور داشتند. اینا مسائلی است که باید بود پرداخته بشه. چرا حرکت های مدنی سیاسی می شود؟ چرا حرکت های مدنی در چهارراهی های مختلف کابل مصادره میشه؟ و چرا این حرکت های مدنی رنگ قومی میگیره و چرا به این مرحله میرسه؟ اینها را باید بررسی کرد، اینها را باید بالاخره به عنوان یک مسئله مطرح کرد و بالاخره پاسخی به اون داد. این مسائل خیلی مهم است. اما به هر صورت اتفاق امروز با ادبیات بسیار تند میشود که تقبیح بشه، هیچ انتظار نمیره و وقتی که این حادثه رخ میده یک غمی هست، یک ماتمی هست که هر کس که حس انسانی دارد و هر کس که تفکر مدنی داره و هر کس به خاطر هر کسی که به خاطر عدالت خواهی میتپد دقیقا قلبش جریحه دار میشه و این مسئله مهم است. اما اینکه نفس حرکت خوب است اما در روند حرکت و طرز العمل و میکانیزم حرکت مشکلاتی به وجود میایه و دشمنان افغانستان هم که تنها در یک لباس نیستند، در لباس‌های مختلف هستند، در چهره‌های مختلف هستند. یک دشمن افغانستان می‌خواهد که حرکت‌های مدنی را در افغانستان رنگ قومی ببخشد. یک دشمن افغانستان می‌خواهد رنگ مذهبی ببخشد. یک دشمن افغانستان که دشمن تمام مردم افغانستان هست، بالاخره این وضعیت را به بار می‌آورد. ما تنها یک دشمن که نداریم، تنها یک دشمن مشخصی که نداریم، دشمنانی با لباس‌ها و انگیزه‌های مختلف. هر گاه که می‌خوایم حرکتی را بکنیم تلاش است که این حرکت‌ها مصادره بشه، تلاش است که این حرکت‌ها ساپوتاژ بشه. تلاش است جدی که مطرح میشه در تظاهرات امروز آقای معین این است که حالا مردم برای جنگ نرفته بودند یا ارتش و پلیس نبودند، مردم بودند که دست خالی رفته بودند و تظاهرات کردند تا صدایشان را به حکومت برسانند و توجه بکنند. در مورد بحث لین برق بامیان هست، در مورد رهبران شما صحبت کردین که حتی دیشب هم همین رهبرا اشاره کردند که کنار رفتن و حکومت آماده هست تا با آنچه که اینا روش صحبت میکنن به توافق برسن و حتی از حوادارانشان خواستن که فردا به جاده ها نریزن و تظاهرات نکنن، ولی این وضعیت پیش آمد و مردم تظاهرات کردن. اما چرا باید شاهد انفجار انتحار در بین مردم عادی باشی؟ مردمانی که دست خالی هستند و میرن تحسن میکنن یا خیمه برپا میکنن که صدایشون رو برسونن. من فهم میکنم پاسخ به این سوال خیلی ساده است. دشمنی که نه انسانیت میشناسد، نه دین میشناسد و نه چیز دیگری میشناسد و نه جغرافیا و قوم میشناسد، خب بالاخره از این فرصت ها استفاده میکنه. مشکل ما بیشتر درونی است، یعنی ما باید بپردازیم به مشکلات درونی این حرکت ها. من بازم تکرار میکنم، آغاز این جریان از کجا هست؟ به موضوعی برمیگردد که تقریبا 5 سال پیش مطرح شده و تصویب شده. رهبرانی که در ابتدا در کنار این جنبش بودن و این موج را ایجاد کردن و آتش داشتن، مگر در حکومت‌های قبلی حضور نداشتند؟ در کل فکر می‌کنید که مشکل از کجاست و برمیگرده این حادثه که امروز زخمیت 80 امروز وقتی شما ببینید 31 زخمی بر جامعه می‌گذارن؟ ببینید، من برمیگردم به این مسئله. من در ابتدا گفتم که این موضوع و این حادثه و فاجعه امشب مجال صحبت کردن و نقد کردن را دیگه نمیده. ولی مجبوریم یک چیزایی رو بالاخره مطرح کنیم. و دقیقا فکر میکنیم مقصر کی است؟ مقصر باید کی باشه؟ حکومت که نتونسته تامین امنیت بکنه یا سران حکومتی ببینید. و رهبرانی که مردم را تشویق کردن به جاده ها بریزن و خودشان کنار رفتن؟ من برمیگردم به یک ضدیتی ایجاد شد که این ضدیت مسئولیتش یک مقداری برمیگرده به حکومت و مقداری برمیگرده به کسانی که در ابتدا این جنبش را ایجاد کردن، در ابتدا این موج را ایجاد کردند، در ابتدا این آتش عدالت خواهی داشتند. شما کسی که امروز فریاد عدالت خواهی میزنی 5 سال پیش کجا بودی؟ 5 سال پیش زمانی که این پروژه تصویب شد و مصوب شد و بالاخره قانونی شد، شما چرا فریاد نزدی؟ شما چرا نگفتی؟ این یک بحث است. اما اینکه چرا این رهبران دیشب مردم را فراخوان دادن که به بازارها نریزید، مفهومش این است که دیگه این جوانها و این مردم به این رهبران باور ندارن. اینا رهبران قومی هستند که قدرت را همواره مصادره میکنند. 15 سال اخیر و حتی تا امروز رهبران قومی تقسیم کنندگان قدرت در افغانستان هستند. یعنی وقتی قدرت را تقسیم کردن و راضی بودن از تقسیم قدرت، خب
مردم را به انواع و اقسام مختلف که تقسیم کرده بودن مهار میکنن، کنترل میکنن. هر وقت ناراضی بودن مردم را به خیابان ها میکشانن و هر وقت باز معامله صورت گرفت و مصادره صورت گرفت دوباره به مردم میگن نرین. بله، حالا اینجا مردم قربانی شده و تعداد زیاد کشته و زخمی شدن. بحث همیست که ما در ما حالا باید یک دادخواهی کنیم که بالاخره مقصر اصلی کیست. حکومت در این تضاد و در این ضدیتی که به وجود آمد بخشی از تقصیر را باید بپذیرد. وقتی این ضدیت و این موج مدنی به تضاد کشیده شد و به ضدیت کشیده شد، حکومت باید پاسخگو باشه. یعنی بخشی از پاسخگویی رو باید حکومت داشته باشه. یعنی یک بخشی حکومت دقیقاً چرا مهار نکردین؟ حکومت اگر توان مهار کردن چون این جنبش ها و حرکت های مدنی را ندارد، پس توان مبارزه با دشمنان مردم افغانستان را هم ندارد دیگه. اما یک بحث برمیگرده که اینجا تعداد یک نفر، ده نفر نیست، تعداد زیادی به جاده ها ریختن و صدایشون را بلند کردن و حکومت هم یک حرفی که داره حالا میگه نمیشه که هر یک از اینا را بازرسی میکردن تمامی این گناه. حالا اگر ما بیم از این منظر بررسی کنیم که باید تک تک افراد باید بازرسی میشد و تک تک افراد شناسایی میشد که شما بالاخره مشخص برای جنبش و برای این حرکت ساخته شدی، شما میتونی که این کارو بکنی، کسان دیگه نمیتونن. این که غیر عقلانی نیست، غیر منطقی نیست. این افراد و اشخاص که در یک جا تجمع نکردن که باز برن به یک سمتی، از جاهای مختلف حرکت مدنی است، مردم از کوچه پس کوچه ها به این حرکت پیوستن و این منطقی نیست و این امکاناتی وجود ندارد و این اصلا امکان نداره، عقلانی نیست که ما بگیم چرا این کار صورت نگرفت. بالاخره حرکت مدنی است، هر کس که احساسی داره میایه. بعضیا میان نگاه میکنن، بعضیا میان فریاد میزنن، بعضیا ابراز همدردی میکنن. این فهم میکنم که زیاد عقلانی نیست که ما بگیم چرا خب حکومت در این قسمت اینگونه تامین امنیت نکرده. اما بالاخره وقتی که دستگاه های استخباراتی موضوعی را فهم میکنن و موضوعی را پیشا پیش اطلاع پیدا میکنن و میفهمن، بالاخره باید دست به کار بشن. این مسئله خیلی مهمه. اما این هم در کشورهای مثل افغانستان خیلی سخته. ما در کشورهای پیشرفته هم شاهد چنین چیزهای چنین حرکتهایی بودیم. در تجمعاتی که در ترکیه بود، در جاهای دیگه بود، شما دیدین که دقیقاً این گونه حادثات رخ داد. و خب این حادثه فجیعی است. در این حادثه اکثر کسانی که شهید شده و اکثر کسانی که زخمی شده جوانان هستند، تحصیل کرده ها هستند، جوانانی هستند که امتحانات 20% خود را هم امروز ندادن و آمدن که فریاد عدالت خواهی سر بزنن. بالاخره این فریاد عدالت خواهی ناکام مون تا بعضی جای و نتونستن کینا پیش برن. این تاریکی حیولای در مقابل روشنایی است. یک سوال هم حالا اینجا ایجاد میشه، کسانی که امروز زخمی شدن، کسانی که امروز کشته شدن، این بحث برمیگرده. حالا همکاران ما در صحبت که داشتن و گزارشایی که از محل رویداد داشتن و سایه دیمزنگ داشتن، حالا میگفتن که اینا خیمه های تحصن برپا کردن و مردم خون گرم هستن و خیلی هم جدی و ناراض هستن. فکر میکنید که در چنین حالت حکومت باید چیکار باید بکنه و چقدر باید مصمم به این باشه که وضعیت کنترل بکنه تا حوادثش در قبال نداشته باشه؟ من این مرحله را نه حکومت پیش بینی میکرد و نه مردم. و ما در یک وضعیت ایمرجنسی هستیم همین لحظه در یکی از چهارراهی های پایتخت افغانستان. هیچ کس این را پیش بینی نمیکرد و حکومت همین لحظه شاید برنامه‌ای هم نداشته باشه، شاید هم داشته باشه، ولی نشان میده که فعلا برنامه‌ای نیست. و بس این است. شما ببینید نفس حرکت‌های عدالت‌های خوب است در کشورهای مثل افغانستان، در جوامع سنتی. شما وقتی یک جریان عدالت‌های را راه می‌اندازین، دقیقاً رنگ‌های قومی و مذهبی و رنگ‌های سمتی و جغرافیایی بزرگترین تهدید است. یعنی همواره سعی می‌کنه که این حرکت را در آغوش قومیت بگیره. نهاد قومیت سعی میکنه این رو در آغوش بگیره، نهاد مذهب سعی میکنه این رو در آغوش بگیره، نهادهای ارزشی سعی میکنن که این رو در آغوش بگیرن. مشکل این حرکت ها در افغانستان این هست. فکر میکنم که در تمام جاهای افغانستان نه این حرکت برنامه داشته باشن. من فکر میکنم که کارهایی که باید تا 10 روز پیش حکومت انجام میداد و جنبش روشنایی از این رهبرانی که همواره آتش عدالت خواهی داشتن و امروز حضورشان کم رنگ بود، اینها باید این کارا رو انجام میدادن، نکردن. خیلی به شوخی گرفتن، خیلی به مسخره گرفتن. احساس کردن که ممکنه یک چند تا جوان است، چند تا بالاخره آدم هایی است که فریاد میزنه، بعد خسته میشن به خانه های خود برمیگردن. اما غافل از این بودن که یا حداقل اگر میفهمیدن چرا مطرح نکردن، یا اگر مطرح کردن چرا این را همگانی نساختن.
چرا به عنوان یک مشکل و به عنوان یک تهدید جدی مطرح نکردند؟ من مطمئن هستم در نشست‌هایی که جنبش روشنایی اخیراً داشت با نهادهای امنیتی افغانستان این مسائل مطرح شد، ولی باید اینا باید پوشش داده می‌شد به عنوان یک تهدید جدی، اینها باید رسانه‌ای می‌شد، اینا باید مطرح می‌شد، حکومت باید اینا جدی می‌گرفت. از این طرف من به شما گفتم که بخشی از مشکل در درون حکومت است، در این شک نیست، اما همه مشکل نیست. بخشی از مشکل در بین جامعه است و رفتار برمیگرده به رفتار ما، برمیگرده به آن دید ما، برمیگرده به آن رفتارهایی که گفتم رهبرانی که به عبارتی دیگه تاریخ انقضایشان تمام شده و دقیقاً رهبرانی که دیگه چهره های سیاسیشان در انبارهای سیاست گذاشته شده سعی میکنن که دوباره بازتولید کنن چهره خوده، سعی میکنن دوباره نشان بدن، این حرکت ها رو مصادره میکنن. یعنی این حرکت ها فی نفسه بسیار مقدس است، اما این کارگزاران و این کنشگران قومی همواره خوب بلدن که هم در کانتکس قدرت خوب سهم بگیرن و هم در کانتکس اجتماع و مصادره کردن آرمان های مردم را چطور به نفع خود مصادره کنن را خوب بلدن. اما این تظاهرات فکر میکنین چقدر باعث شده که رنگ همه اینجا نشان همه فهمیدن مردم باید بفهمن همه فهمیدن این مظاهره جنبش روشنایی مخصوص هزاره نیست. نباید باشد، نباید به اون رنگ قومی داد، نباید کسی که هزاره است تبیین کند که چون من مشکل دارم جنبش هم دقیقاً جریانم جریان قومی است. این که ضرر است که چنانچه یک تعداد را دیدیم که چون این کارهایی میکنن. نقدی که من همواره بر جنبش یک نقد بسیار روشنی داشتم بر جنبش روشنایی این که اولا سعی کنید که رهبران قومی و کسانی که اهل مصادره اند، اهل دقیقاً مزایده هستند، اینها رو مواظب باشین که این جریان های مقدس را خدشه‌دار نکنن، و بخشی دیگر این که سعی کنید که این حرکت های قومی تبدیل نشه. یعنی کسی که در گوشه دیگر افغانستان است بگذارید تا احساس کند این حرکت را، بگذارید تا این نفس این عدالت خواهی را بفهمد، اون پشتونی که در قندهار است، آن تاجیکی که در پنجشیر و بدخشان است، آن پشه‌ای که در جنوب افغانستان است، باید این حرکت را با خون و پوستش احساس کند. نباید احساس کند که این حرکت مربوط به قوم در افغانستان بوده و دارن اینها لجاجت میکنن و این حرکت هم منتهی شد به چنین وضعیتی و حس همدردی را پایین میآورد، حس همکاری را پایین میآورد. دقیقاً این نقطه‌ای است که وارده. اما به هر صورت هر موج عدالت‌خواهی و هر حرکت ادارت خواهی در هر کانتکسی قابل فی نفسه قابل تقدیر است و مقدس است. حالا زمانی که حرکت های مدنی صورت میگیره و مردم صدایشون را بلند میکنن که امروز هم شاید از او بودیم، ولی رویداد انفجاری که رخ میده و تعداد کشته و زخمی که بر جا میگذارم چقدر باعث میشه که مردم بیشتر خونگرم شون و فردا تظاهرات بیشتر از این به راه بندازن و صدایشون را بلند بکنن؟ فکر میکنین که اگر حکومت برنامه‌ای در چنین حالتی نداشته باشه چقدر میتونه تبعات منفی را بر خود حکومت هم داشته باشه در قبال؟ شما ببینید پیش از این حادثه در شبکه‌های مجازی شما کمتر احساس میکردن که تمام مردم افغانستان همراهی کنن و احساس میشد که بی علاقه هستن و احساس میکردن که این موج دادخواهی و عدالتخواهی مخصوص یک قوم است. اما بعد از اینکه این حادثه رخ داد تمام پیام‌های تسلیت افغانستان سرتاسری است، تمام مرد نشان میده که ما در درون با هم هستیم اما نمیخوایم این را تبارز بدیم. بسیار یک جامعه شباهت پذیری هستیم ما. نمیخوایم که از چنگال هیولای شباهت پذیر بیرون شیم و تفاوت پذیر باشیم. نمیخوایم من شما را بپذیرم شما من را بپذیرید. هنوز دوست داریم در کانتکس ها، هنوز دوست داریم در قالب ها، هنوز دوست داریم که در هرم مسائل که شباهت گونه هست و شباهت پذیری در او هست خود را جا بدیم و از هم هنوز میترسیم. هنوز از هم دیگر وحشت داریم، ترس داریم. اما این نسل و این جوانانی که امروز خون دادن جوانان افغانستانن. هر کدامش که فریاد زده فریادش مقدس است. اصلا فریاد جوان مقدس است. مقدستر از هر چیز است. و این برای مردم افغانستان یک حادثه ملی است. فردارم که حکومت روز ملی اعلان کرده بالاخره فکر میکنم که باید اعلان میکرد. و فردا ماتم ملی است. و امشب شبی هست که بالاخره تاریکی نشان داد که چقدر در برابر روشنایی تضاد تاریخی دارد. این را هم باید احساس کرد. به هر صورت در هر جای افغانستان که حادثه چنینی رخ میده
در هر جای افغانستان که اتفاق چنینی میفته و مردم افغانستان تلف میشن، برای مردم افغانستان باید به عنوان یک ماتم ملی تصور بشه. فرقی نمی کند که کودک و جوان جلال آبادی باشد، فرقی نمی کند کودک و جوان بامیانی باشد یا بدخشی باشد یا جای دیگری باشد. ما از همین سرزمین هستیم، با همین تفاوت ها با هم زندگی می کنیم، اما دشمنان درونی زیاد داریم و دشمنان افغانستان ما را تقسیم کردند. بخشی از ما هنوز با دشمنان افغانستان در حال معامله هستیم. ما مشکل درونی داریم، مشکل درونی ما مشکل تاریخی است. تمام چیز را به گردن بیرون هم نباید بندازیم. بیرون که نیات خود را به ما نمیگوید، اما ما در درون دچار مشکل هستیم. بخشی از ما دشمن مردم افغانستان هستیم، متعلق به یک جریان که از بیرون رهبری میشه، دوست داریم مسائل قومی را مطرح کنیم. بخشی از ما متعلق به یک کشوری هستیم، میایم مسائل مذهبی رو مطرح میکنیم. بخشی از ما متعلق به یک کشوری هستیم، چون این وضعیت رو به بار میاریم. کسی که امروز انتحار کرده، انفجار کرده، حتما تعلقاتی داشته. مسئولیت این انفجار داعش بر دوش گرفته و طالبان، هر کسی که گرفته بالاخره شکار کرده افرادی رو از درون همین جامعه، از همین جا. غیر از کسی که در این سرزمین بوده و کسانی که حتی زمین ساز چون این وضعیت فاجعه‌ای هستن، خب از داخل هستن، از بیرون که نیستن. ما فکر میکنید که حکومت باید چه کار بکنه؟ شما گفتین که یک بخشش برمیگرده به خود درون حکومت هم. زمانی که در درون حکومت چین افراد با چنین دید وجود داشته باشه، فکر میکنین که شاهد یک دید کلی نسبت به این افراد از سوی حکومت هم داشته باشیم؟ حکومت ببینید، در این که این حکومت نظر به در مقایسه با حکومت‌های قبلی جدیتی در برابر دشمنان افغانستان داره، در این شک نیست. واقعا خب مشخص است که در ادبیات سیاسی که مطرح میشه ظاهرا چنین چیزیه. دستگاه استخباراتی افغانستان هنوز نیازمند ای هست که قوی تر بشه، هنوز نیازمند این هست که بیشترین سرمایه گذاری صورت بگیره. در این کمک های اخیری که در کنفرانس وارسا برای دستگاه های امنیتی افغانستان شد، می طلبد تا دستگاه استخباراتی افغانستان بیش از پیش مسلح بشه. اصولا جنگ جنگ استخباراتی است، جنگ جنگ امنیتی است و ما نیازمند به یک دستگاهی داریم که حداقل بتونه شناسایی کنه. البته یک مقداری هم شما وقتی در بین جامعه بودید، این روزها در بین مردم بودید، همه به هم میگفتیم که مشکل امکان داره یک انتحاری رخ بده. همه به هم میگفتیم با ادبیات ساده، نه رو ممکن است که این اتفاق بیفته. شما به من میگفتید، من به کسی دیگری میگفتم. یعنی ذهن ما ناآرام است، یعنی ذهن ما آنقدر واکنش نشان میده در برابر هر پدیده ای که خود ما میتونیم تفسیر کنیم، خود ما میتونیم تحویل کنیم، خود ما میتونیم تحلیل کنیم که ممکن چون این حادثه ای رخ بده. و دشمنان افغانستان در کمین هستن، در کوچه و پس کوچه افغانستان هستن. و در این وضعیت فکر میکنی که مردم باید چیکار بکنن؟ چقدر باید مردم صبر پیشه بکنن و کاری بکنن که دشمنان افغانستان موفق نشن تا بین مردم تضاد ما راهی جز صبر نداریم. راهی جز هر چه به جان هم بیافتیم و هر چه ضدیت نشان بدهیم، آبی است که به آسیا به دشمن می‌ریزیم. دشمن چون این چیزی را می‌خواهد. اصلا این سناریو به خاطر این ترتیب میشه که بالاخره مردم افغانستان در مقابل هم دوباره قرار بگیرن تا زمینه برای نفوذگذاری کشورهای که دشمن افغانستان هستن زیادتر بشه. آرامش را باید حفظ کرد، اما جدیت دولت در قبال این حادثه، در کشف این کسانی که عامل این حادثه بودن باید زیادتر باشه. اینا تلنگر باشه، اینها باید به عنوان یک مسئله برای حکومت باشه و حکومت دقیقاً مسئول است. یعنی چرا مسئول است؟ هر کسی که در قالب حکومت قرار میگیره و هر کسی که آتش و علاقه داره به حکومت داری و برای خود کمپاین میکنه تا روزی من رئیس جمهور بشم یا وزیر بشم یا چیز دیگری بشم، این مسئولیت رو باید بپذیرد که اولین و آخرین مسئولیت در قبال مردم داره. سپاسگزارم از شما، خیلی خوش آمدین آقای عبدالمعین معین، نویسنده و پژوهشگر، برای بحث بیشتر در برنامه امشب پس از خبر با ما بودن. از امروز شما هم سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.